یک زبان جدید، دنیای جدید و فرهنگی جدید رو به همراه داره. آنچه در زبان مبدا وجود داره، ممکنه الزاماً در زبان مقصد وجود نداشته باشه و ما نباید انتظار انتقال کلمه به کلمه و ترجمه تحت لفظی کلمات رو در زبان مقصد داشته باشیم. در فرهنگ انگلیسی کلمه، عبارت و یا جمله‌ای برای خسته نباشید وجود نداره و احتمالاً اگر به یه انگلیسی زبان بگیم don't be tired و یا هرچی شبیه این به عنوان معادلی برای خسته نباشید خودمون، بدون شک متوجه خواهد شد که شما از تسلط خیلی خوبی در انگلیسی برخوردار نیستید و این مصداق دقیق اشتباهی است به نام اشتباه انتقال زبانی که در موردش در مجموعه کتاب صوتی انگلیسی مثل آب خوردن صحبت کردیم. همچنین در مورد اون دوستانی که میخوان خلاقیت به خرج بدن و میگن more power to your elbow، دقت کنید که این عبارت به صورت بسیار نادر و آن هم تنها در مقابل کار فیزیکی و یدی ممکنه به کار بره. به هر حال، در مواقع نیاز میتونید از عبارتهای زیر به عنوان معادلی برای خسته نباشید و یا تحسین طرف مقابلتون به نسبت موقعیت استفاده کنید. Good job. Good job. Good به معنی خوب، job به معنی کار، good job به معنی کارت خوب بود. Good job. Good job. Well done. Well done. Well به معنی به خوبی و دان کاری که انجام شده. Well done، خوب انجام دادی. Well done. Well done. Nice work. Nice work. Nice به معنی خوب، نیکو. Work به معنی کار. Nice work به معنی کار نیک. Nice work. Nice work. Keep it up. Keep it up به معنی ادامهش بده اینقدر که خوبه. Keep it up. Keep it up. Cheer up. Cheer up. به معنی عبارتی در مایه های ایول. Cheer up. Cheer up. Great job. Great job. Great به معنی عالی. Job به معنی کار. Great job به معنی کار عالی. کارت عالی بود. به تلفظ great خیلی دقت کنیم. هیچ صدایی بین دو حرف اول وجود نداره. Great. Great. Great job. Great job. Nice. Nice. به معنی خوب، نیک. Nice. Nice. Excellent. Excellent. Excellent به معنی عالی. Excellent. Excellent. Nice going. Nice going.
Nice going به معنی حرکت خوبی بود. Nice going. Nice going. دقت کنیم دوستان به تلفظ کلمه going. دوستان صدای آخری که شنیده میشه باید ng باشه. هیچ وقت g رو نباید تلفظ کنیم و نباید بگیم going، بلکه صدای آخر ng است. دقت کنیم. Nice going. Nice going. Satisfactory. Satisfactory. Satisfactory به معنی راضی کننده. Satisfactory. Satisfactory. Worthwhile. Worthwhile. Worthwhile به معنی ارزشمند. Worthwhile. Worthwhile. Accomplished. Accomplished. Accomplished به معنی با موفقیت انجام شده. Accomplished. Accomplished. Upright. Upright. Upright به معنی درست، ردیف. Upright. Upright. Honorable. Honorable. Honorable به معنی قابل افتخار. دوستان در مورد این کلمه توضیحی که باید بدم اینه که honorable کلمه است که با حرف H به عنوان consonant start میخوره و ما اگر این adjective رو با یک singular noun یا اسم مفرد به کار ببریم، طبق قاعده باید پشت honorable a به کار برده بشه. اما چون اولین صدایی که در هنگام تلفظ honorable شنیده میشه آ هست به عنوان یک vowel، این کلمه جز استثناءاتی است که با یک اسم singular به کار بره پشتش حتما an استفاده میشه، مثل an honorable guy. An honorable guy. Honorable. Honorable. Charitable. Charitable. Charitable به معنی کار خیری کردی. Charitable. Charitable. Outstanding. Outstanding. Outstanding به معنی ارزشمند. دقت کنید دوستان، این کلمه به صورت سرهم نوشته میشه، یعنی out و standing هیچ فاصله بینشون نیست و صداهاشون به هم متصل میشه و نکته دوم باز تلفظ ng در آخر کلمه هست. به این نکته باید خیلی دقت کنیم. Outstanding. Outstanding. Remarkable. Remarkable. Remarkable به معنی قابل ستایش و ارزنده. Remarkable. Remarkable. دوستان سعی کنیم این عبارات رو با rising intonation بیان کنیم و اما دوستان عزیز
حالا نوبت شماست. برای اینکه کاملا مطالب این کلیپ رو یاد بگیرید، لازمه که تمرین کنید و این عبارات رو در قسمت کامنت بنویسید. و اون وقت است که ما به شما خواهیم گفت Good job! Excellent! Nice work!